سلام الان که در ماه جولای سال 2012 میلادی هستیم دو سه سالی هست که یکی از مهمترین اخبار اقتصادی جهان داستان اقتصاد یونان هست که دچار بحران مالی بسیار جدی شده کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان خیلی سعی کردن به این کشور کمک بکنن تا نجاتش بدن اما هنوز موفق نشدن و در این ویدیو میخوایم با هم ببینیم که اصلا بحران مالی یونان چی هست چرا پدید اومد و ببینیم که آیا اصلا راهکارهای اقتصادی برای نجات این کشور وجود داره یا نه برای این کار من یک سری زمانی از صفحه ویکیپدیای بحران مالی یونان آوردم که از سال 1995 تا 2011 شاخصهای اصلی اقتصاد این کشور رو نشون میده که به مرور و در طول این ویدیو سراغ این شاخصها خواهیم رفت میخوایم شروع بکنیم تحلیلمون رو با نگاه به این سه سطر آخر یکی پابلیک رونیو یا همون مالیات ها یکی دیگه پابلیک اکسپندیچر یا همون مخارج دولت و یکی دیگه کسری بودجه که حاصل تفاوت این دوتا هست یعنی اگر مخارج دولت بیشتر از مالیات باشه کسری بودجه پدید میاد پس من اینجا می نویسم ما یک مالیات داریم و یک مخارج دولت در اقتصاد و اگر به اقتصاد یونان نگاه بکنید می بینید که به صورت تاریخی از سال 1995 اگر به این ستون نگاه بکنید و همینطور پیش برید مخارج دولت بسیار بیشتر بوده از پابلیک رونیو یا مالیاتی که دولت دریافت کرده و بنابراین این کشور به صورت تاریخی دچار کسری بودجه فزاینده بوده وقتی که کسری بودجه زیاد میشه دولت ها مجبور هستند برای جبران کسری بودجه خودشون برن و از بازارهای مالی پول قرض بکنند و بنابراین بدهی دولت افزایش پیدا میکنه چیزی که اینجا و در این سطر اول میتونید در مورد اقتصاد یونان هم ببینید که این کشور میزان بدهیاش از 95 بیلیون دلار در سال 95 به 141 بیلیون دلار در سال 2000 افزایش پیدا کرد و این اتفاق میتونه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شما رو افزایش بده در حقیقت اگر بدهی شما بیش سریعتر رشد بکنه از تولید ناخالص داخلی شما این اتفاق باعث میشه که این کسر افزایش پیدا بکنه و افزایش این کسر زنگ خطر را برای دولت ها به صدا در میاره چون میدونن که در وضعیت خوبی نیستن اگر این عدد برسه دیگه به 110 درصد 120 درصد واقعا خطرناک است و این باعث میشه که برن و کسری بودجه رو معمولا کنترل بکنن کاری که در اقتصاد یونان هم داشت رخ میداد اگر به این سطر مالیات نگاه بکنید از سال 95 تا سال 2000 مقدار مالیات از 36.7 درصد به 43 درصد افزایش پیدا کرد در حالی که مقدار مخارج دولت از 45.7 به 46.7 افزایش پیدا کرد یعنی مالیات خیلی خیلی سریعتر رشد کرد و همینجوری که در سطر آخر میبینید میزان کسری بودجه این کشور یک سیر نزولی رو طی کرد. اما یک عامل دیگه هم که معمولا زنگ خطر رو برای دولت ها به صدا در میاره این هست که وقتی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شما زیاد میشه اعتماد بازار به شما کم میشه این علامت منفی یعنی اعتماد کاهش پیدا میکنه و بنابراین اونهایی که دارن به شما پول قرض میدن چون شما خیلی بدهکار هستید فقط حاضرن با نرخ بهره های بالا به شما پول قرض بدن و بنابراین نرخ بهره افزایش پیدا میکنه چون شما یک بدهکار بسیار خطرناک و ریسکی محسوب میشید الان اما از طرف دیگه یک اتفاق دیگه هم در بازارهای مالی رخ میده وقتی که دولت شروع میکنه از بازارهای مالی کسری بودجهش رو جبران کردن عملا پسنداز عمومی موجود در بازارهای مالی کاهش پیدا میکنه میزان منابعی که میشه از طریق اونها وام داد کاهش پیدا میکنه و بنابراین در تعادل کل سرمایه گذاری در اقتصاد هم کاهش پیدا خواهد کرد چون منابع کمتری در اقتصاد الان برای وام دادن موجود هست چطور سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه مکانیزمی که باعث میشه تقاضای سرمایه گذاری کم بشه افزایش نرخ بهر است به این دلیل که وقتی نرخ بهره زیاد میشه پروژه های کمتری هستند که سوددهی دارن و بنابراین تقاضای سرمایه گذاری در پروژه های گوناگون کاهش پیدا میکنه و وقتی که نرخ بهره از این دو طریق زیاد میشه که اتفاق بسیار خطرناک در اقتصاد رخ میده و اون همین است که بدهی شما عملا داره بیشتر میشه چرا چون وقتی که شما الان دارید با نرخ بهره بالا پول قرض میکنید باید پول بیشتری پس بدید پس اینجا یک چرخه باطل و بسیار خطرناک پدید میاد که هر چقدر بدهی بیشتر بشه اعتماد بازار کمتر میشه نرخ بهره بیشتر میشه و باز بدهی شما افزایش پیدا میکنه و شما در این چرخه باطل قرار میگیرید این اتفاق اما در اقتصاد یونان رخ نداد چون این کشور در سال 2001 میلادی به یوروزون پیوست و یک اتفاق بسیار بزرگ در اقتصادش رخ داد و وقتی که این کشور در به یوروزون پیوست، نرخ بهره چندان از این مکانیزم ها پیروی نمی کرد. چرا این اتفاق افتاد و نرخ بهره مکانیزم متفاوتی رو طی کرد؟ به دو دلیل، اولا اقتصاد یونان در شرایط مالی نسبتاً خوبی بود، یعنی رشد اقتصادی نسبتاً خوبی داشت، تورم نسبتاً کمی داشت و بنابراین بانک های اروپایی حاضر بودن به این اقتصاد، پول قرض بدن و ثانیان و دلیل اصلی این بود که کل یوروزون پشت کشورهای یوروزون بود و بنابراین بانک ها می که اگر به یونان پول قرض بدن و یونان نتونه قرضش رو پس بده اقتصاد اروپا پشت این کشور خواهد بود و بنابراین اتفاقی که افتاد در سال 2001 به بعد این بود که نرخ بهره موجود در اقتصاد یونان از اون نرخ بهره که واقعا و در حالت تعادل باید در این اقتصاد پدید می اومد پایین تر بود و این باعث شد که این دولت چندان توجه نکنه به بدهی های خودش و دائم شروع کنه به قرض گرفتن چون این حلقه دیگه فعال نبود و جالب اینه که دولت یونان همیش تلاشی برای افزایش مالیات های خودش از سال 2001 به بعد صورت نداد که البته کاهش هم داد یعنی از 43 درصد مالیات رسید به حدود 38 و 39 درصد و علتش هم این بود که خب این کشور میتونست به راحتی وام بگیره از بانک های اروپایی با نرخ بهره های پایین تر از نرخ بهره تعادلی و بانک های اروپایی هم حاضر بودن این کار رو بکنن اما این روند تا سال 2008 مشکل زا نبود چون رشد اقتصادی یونان رشد اقتصادی بسیار خوبی بود 5.9 دهم 5.5 درصد 4.4 دهم و, ده و, و, ده و اینها عددهایی است که با استانداردهای اروپا عددهای بسیار بالایی و بانک های اروپایی چندان نگران اقتصاد یونان نبودند تا اینکه در سال 2008 شد اون چیزی که نباید میشد و بحران مالی جهانی رخ داد و این بحران مالی ترکشهاش به اقتصاد یونان هم برخورد کرد رشد اقتصادی این کشور از 5.5 درصد در سال 2006 به منفی 3.3 ده... سه سه ده درصد در سال 2009 کاهش پیدا کرد که این به این معنیه که جی دی پی این کشور کم شد نسبت بدهی به جی دی پی خیلی زیاد شد همونطوری که اینجا میتونید ببینید به 129 معایز 4 دهم درصد رسید که دیگه با هر معیاری معیار بسیار بالایی هست و در عین حال وقتی که یک بلا برای کشور نازل میشه همه بلاها عملا با هم نازل میشه این بحران مالی باعث شد که مالیات هایی هم که دولت این کشور دریافت میکرد مقدارش کاهش پیدا بکنه چون مالیات یک درصد ثابتی از جی پی هست و بنابراین وقتی که جی پی کم میشه مالیات هم کم میشه و بنابراین کسری بودجه این کشور هم شروع کرد زیاد شدن و همونطور که میبینید این اتفاق در سال 2009 به بدترین شکل خودش رخ داد و اینها باعث شد که این مکانیزم این بار دیگه فعال بشه و بانک های اروپایی حاضر نباشند دیگه با نرخ بهره های پایین به یونان وام بدن و نرخ بهره یک جورهایی شروع کرد بر اساس این مکانیزم به نرخ بهره تعادلی افزایش پیدا کردن که البته نرخ بهره تعادلی در این اقتصاد بسیار نرخ بهره بالایی بود چون بدهی یونان دائم داشت بیشتر و بیشتر میشد من میتونم نمودار نرخ بهره یونان رو برای شما یک لحظه بیارم خب این الان نمودار نرخ بهره یونان هست که من اینجا آوردم و میبینید که از سال 2007 تا سال 2009 و حتی 2010 این مکانیزم هنوز فعال نشده بود و یونان میتونست وام بگیره اما ناگهان در سال 2010 که دیگه بانک با نگران شدن کسری بودجه خیلی زیاد شد بدهی خیلی دیگه افزایش پیدا کرد نرخ بهره در این کشور شروع کرد زیاد شدن در کمتر از 6 ماه به سه برابر افزایش پیدا کرد و بعد 12 درصد 26 درصد و دیگه در سال 2012 دو هم که اعداد و رقمش ارقامش یه شوخی هست یک جورهایی و یک نرخ بهره بسیار عجیب و غریب در اقتصاد این کشور حاکم شد پس بذارید من این شکل رو ببرم و به همین دلیل و به دلیل این مکانیزم بدهی یونان دائم بیشتر و بیشتر شد از 129 درصد رسید به 165 درصد نرخ بهره دائم بیشتر و بیشتر شد و سرمایه گذاری دائم در این اقتصاد کمتر و کمتر شده و این وضعیتی است که امروز یونان در اون قرار داره و ما به اون میگیم بحران مالی یونان خب چه کار میشه کرد برای نجات اقتصاد یونان از روی این شکل به نظر میرسه که واضح ترین راه هر اینه که ما بیایم اولا مالیات رو زیاد کنیم و ثانیا مخارج دولت رو کم بکنیم و به کمک این دو کسری بودجه رو کنترل بکنیم بدهی رو کم بکنیم و از این سمت این حلقه رو در جهت خوب خودش فعال بکنیم به این سیاست در اقتصاد اصطلاحا میگن سیاست ریاضتی یا انگلیسیش میشه آستریتی و من میخوام در ویدئوی بعد راجع به سیاست ریاضتی صحبت بکنم و چه مشکلاتی داره این سیاست پیشنهاد میکنم که شما به این مکانیزم ها و سیاست ریاضتی فکر بکنید و خودتون حدس بزنید که چه مشکلاتی پشت این سیاست وجود داره